ملت د ملکی او هوای چلند اداري د مسولینو د حساب ورکونې ناسته. د ملکی او هوای چلند اداري عمومي رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده وایي د زیربنا په برخه کې دیارلس لوی پروژې تر لاس لاندې دي چې پکې د هوایي ډګرونو معیاري کول او جوړول شامل دي. دی وایي د کرونا وایروس د محدودیتونو له امله یې په 1999 کال کې د دولت خزانې ته 15,125,000 افغانۍ راټولې کړي. و 13 پروژه عملیاتی ما داشتیم که در 5 کد بودجوی تنظیم شده و اینا پروژه تکنیکی دوامدار است، مثل کنترل حریم فضایی افغانستان، قرارداد رادارهای مستقل افغانستان، پروژه ویسات افغانستان، پروژه خدمات مخابراتی ویسات، مایکروویف، رادارهای املت افغانستان و سایر پروژه حفظ و مراقبت و تامین امنیت در میدانهای هوایی بین المللی افغانستان. د وفای زاده په خبره چې په 1999 مالی کال کې د دوی په پار د ځانګړي شوی انکشافي بودیجې 1.3% او د عادي بودیجې 6% په 1999 کال کې په مصرف رسیدلې. یاد مسولین زیاتوي چې په 1999 کال کې 2,603 سیمه ایز او 8,514 نړیوالې الوتنې د هیواد د هوایي ډګرونو څخه ترسره شوي. در مجموع در بودجه انکشافی ما در 12 کد پروژوی ساختمانی داشتیم که در این 13 پروژه عقد قرارداد شده، 5 پروژه تکمیل شده در جریان سال 1399 و 7 پروژه دیگر کارش جریان داره که انقریب تکمیل میشه که اگر معلومات را با شما شریک کردن تیم خوب است، در غیر صورت اگر سلاید داشته باشن هم میتونن شریک کنن تیم مطبوعاتی. پام دی حال کې د امیت کرزی د نړیوال هوایی ډګر رئیس جنرال سید عمر صبور د حزب اسلامي د مشر هغې داویم بی اساسه بللی چې ویلی دی د امیت کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې بینومه الوتکې کینی او پاسیږي. نوموړی وایي ادای کاملاً بی اساسه ده او د دې هوایی ډګر امنیتي مرکز په داسې سیستم سنبال دی چې هیڅوک نشي کولی چې په پټه توګه فعالیت ترسره کړي. او دستګاه تاله همچی یک تیاری را برای ما نشان نداده که بی نام و بی نشان بوده باشه و یا در فضای افغانستان عبور کرده باشه و یا ای که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست کرده باشه. ما به اطمینان خاطر میگم برتان، هم ما هم کمپانی امنیتی و هم پلیس، چندین ارگان از ارگانهای کشفی که به هیچ عنوان مطابق اسکیجول و نرم های هوانوردی به هیچ تیاره اجازه داده نمیشه که در میدان هوایی حامد کرزی نشست کنه و همچنان اگر نزد حکمتیار صاحب همچون یک دستگاهی وجود داشته باشه که اونا توسط دستگاه خود این تیاره را تشخیص کرده، لطفا اون را در اختیار ما بگذاره که ما هم بفهمیم که کدام تیاره از فضای افغانستان به نام نشان عبور میکنن. د کابل نړیوال هوایی ډګر د افغانستان له لوی او مهم هوایی ډګرونو څخه دی چې هر ورځ ورڅخه په کور دننه او بهر ته ګڼې الوتنې ترسره کیږي. تر دې مخکې د یاد هوایی ډګر سرحدي پولیسو او امنیتي کسانو بهر ته د ځینو کسانو د مخدره موادو او نورو توکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی.